به سراغشون بیاد این با ارزشه. ایده رو اینها استخدام کرده بودن در بازار سر چهارراه‌ها، با ساعت به ساعت قیمت ارز رو بالا اعلام می‌کردن. قیمتای کس واقعا واقعی، اگه کسی میخواد بره خرید بکنه همین قیمت بهش میدن خودرو رو. کسی که ثبت نام کرده بود اون موقع چرا باید با قیمت الان بدم؟ چند وقت پیش رفتم برای پیش ثبت نام، گفت اصلا پیش ثبت نام ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین و برترین سلام ها و صلوات ها بر حضرت محمد و آل محمد. سلام، شب بخیر به 23 امشب خوش اومدید. روز پرشکوه و فراموش نشدنی دیار اترک. امروز کسی نگاهش را نمی‌فروخت. فکر نمی‌کنم این آدم عاقلی این کارو بکنه. نه نه. واسه این لحظه لحظه شماری می‌کرد. چشم‌ها را باید شست. جور دیگر باید دید. فقط مشتاق دیداشم، فقط عاشقشم. قربونش برم. خدا نگهدارش باشه ان شاء الله. یه خاطره از خون شهیدان آنجا برام کنم. چه کردی با بلندای نگاه گرم سرشارت که بگرفتی قرار مردمان این حوالی را؟ اینجا کیلومتر دوم مسیر استقبال از رهبر مهربان ماست. قطعات نهیدی؟ نه، قطعم کتای نتونستم ببینم. مظلوم، متین، من واقعا عاشق رهبرم. باور نکردنی بود از جلو ما دیدیم، به خدا حسن. ما رفتیم سلام باش کردیم، سلام کردم. این همه آدم و یه استادیوم. الله که خیر و برکت باشه برای این شهر ما. حضرت آیت الله خامنه ای در این جمع پرشور با ارائه تحلیل جامعی از حرکت سعودی ملت ایران به سمت قله پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی تاکید کردند. به فضل و توفیق الهی ملت ایران با تجربه و توانایی های روزافزون خود از مشکلات عبور خواهد کرد و بار دیگر جبهه استکبار را در حسرت شکست دادن این ملت خواهد گذاشت. ایشان داشتن ارزیابی دقیق و منطقی و به دور از شعارزدگی از شرایط کشور را از ضروریات بسیار مهم برای رسیدن به پیشرفت دانستند و در تبیین توانایی‌ها و فرصت‌های ملت ایران برای رویارویی با شبکه خبیث صهیونیستی و در رأس آن آمریکا گفتند: نسل جوان پر انگیزه و دارای استعداد برتر، عزم و امید، منابع طبیعی ارزشمند و اساسی، اقلیم متنوع، مسئولان دلسوز،
نیروهای مسلح آماده و شجاع، روحانیت فاضل و دلسوز، دانشگاه‌های پرجمعیت، میلیون‌ها دانش آموز و چشم‌انداز 20 ساله از جمله امکانات و توانایی‌های برجسته ملت ایران است. ایشان ثبات سیاسی نظام را هم از مهمترین زیربناهای اساسی کشور دانستند که با وجود روی کار آمدن دولت‌هایی با سلایق مختلف سیاسی و جناحی این ثبات از بین نرفته است. رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اصل 44 و پیشرفت‌های زیربنایی اقتصادی به ویژه در سدسازی، ساخت نیروگاه‌ها، گسترش شبکه فیبر نوری، حمل و نقل و راه‌های ارتباطی و مواصلاتی را هم از جمله زیربناهای قانونی و عملی اقتصادی برشمردند. مقام معظم رهبری با خطا دانستن ادامه سیاست کنترل جمعیت در اواسط دهه 70 افزودند. اجرای سیاست کنترل جمعیت در اوایل دهه 70 کار صحیحی بود، اما ادامه آن از اواسط دهه 70 اشتباه بود و مسئولین کشور و از جمله رهبری در این اشتباه سهیم هستند و باید از خداوند طلب عفو کنند. ایشان تأکید کردند این اشتباه باید جبران شود، زیرا نسل جوان عامل اصلی پیشروندگی کشور است. مقام معظم رهبری بعد به برخی مشکلات و در رأس آن بالا رفتن قیمت‌ها و بیکاری اشاره کردند و افزودند این مشکلات غیر قابل حلی نیستند، زیرا انقلاب اسلامی در طول 33 سال گذشته مشکلات بزرگتر از این مسائل را پشت سر گذاشته است. ایشان با بیان اینکه تحریم‌ها مسئله جدیدی نیست افزودند دشمنان تلاش دارند تا موضوع تحریم‌ها را بزرگنمایی کنند و متأسفانه برخی هم در داخل با آنها همزبان می‌شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تشدید تحریم‌ها بر ضد ملت ایران را در چند مرحله دلیل بی‌نتیجه بودن آنها خواندند و افزودند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تلاش دارند تا این تحریم‌ها را به دروغ به موضوع انرژی هسته‌ای مرتبط کنند، در حالی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که تحریم‌ها شروع شد، موضوع انرژی هسته‌ای به هیچ وجه وجود نداشت. ایشان افزودند البته تحریم‌ها مشکلاتی را به وجود می‌آورند و برخی بی‌تدبیری‌ها هم ممکن است این مشکلات را افزایش دهد، اما این مشکلات مسائلی نیستند که جمهوری اسلامی ایران نتواند آنها را حل کند. رهبر معظم انقلاب با اشاره به نوسانات اخیر ارز و ریال و خوشحالی دشمنان ملت ایران خاطرنشان کردند. حدود 2 یا 3 ساعت عده‌ای در 2 خیابان تهران چند سطل زباله را به آتش کشیدند و بلافاصله مسئولان برخی کشورهای غربی با کنار گذاشتن متانت دیپلماسی به ابراز خوشحالی کودکانه پرداختند. اما باید از آنان پرسید که وضع اقتصادی ایران بدتر است یا کشورهای اروپایی که از حدود 1 سال پیش درگیر تظاهرات خیابانی هستند و اقتصادشان قفل شده است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند بدانید جمهوری اسلامی ایران با این مشکلات از پا در نمی آید و به فضل الهی بر مشکلات غلبه خواهد کرد و بار دیگر دشمنان را در حسرت شکست دادن ملت ایران خواهد گذاشت. ایشان عمل به وظیفه از جانب مردم و مسئولان را لازمه غلبه بر مشکلات دانستند و تأکید کردند یکی از وظایف مهم مردم حفظ هوشیاری و موقع سنجی بلحظه است. هوشیاری مردم نقش دارد. ببینید در تهران چند نفر یه عده‌ای به نام بازاری آمدن توی خیابان‌ها اغتشاش کنن، فوراً بازاری‌های محترم با موقع شناسی اعلامیه دادن، اعلان کردن که دروغ میگن، اینا از ما نیستن. این کار درستیه. اینی که توجه کنید، اینی که هوشیاری قشرهای مختلف مردم و موقع شناسی اونها به وقت به سراغشون بیاد، این با ارزشه. این هوشیاری، موقع سنجی، لحظه را به حساب آوردن خصوصیت برجسته و مهمی است که باید ملت ما در همه موارد متوجه باشند. اونجایی که دشمنی دشمن، توطئه دشمن حس می شود، به صورت لحظه ای باید همه حساسیت نشون بدن. رهبر معظم انقلاب این موضوع را با قضایای فتنه سال 88 مقایسه کردند و افزودند بعد از انتخابات با عظمت سال 88 عده‌ای اظهار مخالفت کردند و عده‌ای هم به نام آنها و با سوء استفاده از این فرصت آشوب و تشنج ایجاد کردند.
آن عده‌ای که به اسم آنها آشوب شد باید همان موقع اعلامیه می‌دادند و اعلام براءت می‌کردند، اما این کار را انجام ندادند. رهبر معظم انقلاب وظیفه مسئولان را نیز حفظ اتحاد و همدلی، برنامه ریزی، رعایت حدود قانونی، مسئولیت شناسی و تقصیرها را به گردن هم نینداختن دانستند و تأکید کردند. در قانون اساسی نقش مجلس، دولت، رئیس جمهور و قوه قضاییه مشخص شده است. بنابراین همه مسئولان باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و با یکدیگر همدل و همراه و همزبان باشند. ایشان تأکید کردند مسیر ملت ایران مسیر مهمی است که میتواند تاریخ جهان را متحول کند، همان گونه که اکنون تاریخ منطقه را متحول کرده است. رهبر انقلاب اسلامی حوادث منطقه را به زیان غرب به ویژه آمریکا و تهدیدی برای رژیم صهیونیستی خواندند و با اشاره به یاوه‌گویی‌های مسئولان رژیم صهیونیستی افزودند. البته این یاوه‌گویی‌ها ارزش جواب دادن را ندارد، ولی کشورهای اروپایی که به دنبال آمریکا به راه افتادند بدانند که این همراهی عاقلانه و خردمندانه نیست و یک نوع حماقت است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به خاطره نه چندان بد ملت ایران از بیشتر کشورهای اروپایی تاکید کردند. البته ملت ایران از انگلیس ذهنیت بسیار بدی دارد و به همین علت به آن انگلیس خبیث گفته می شود. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه علاج اصلی و بنیانی مشکلات اقتصادی کشور را حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی دانستند و خاطر نشان کردند. توجه به تولید ملی موجب از بین رفتن گرانی، ایجاد اشتغال و تقویت روحیه استقناع ملت ایران خواهد شد. بنابراین مسئولان باید به موضوع تولید ملی توجه جدی کنند. ادامه 23 و یک سوال: چه کسایی حد و مرز بازار ارز رو شکستند؟ رئیس دستگاه قضا گفته طبق بررسی ها سودجویان و اخلالگران یکی از عوامل به هم زدن نظم بازار ارز بودند که شناسایی و دستگیری این افراد همچنان در دستور کاره. ایده رو اینها استخدام کرده بودن در بازار سر چهار راه ها، با ساعت به ساعت قیمت ارز رو بالا اعلام می کردن، خود به خود و کارهای سوری انجام میدادن تا بتونن تلاطم ایجاد کنند. عرض کردم ما نمیدونیم میزان دخالت اینها در کل این جریان چقدره، ولی بالاخره به هر میزان که باشه دستگاه قضایی برخورد خواهد کرد. رئیس دستگاه قضا این رو هم تاکید کرده که باید با تدبیر و اداره درست بازار کاری کرد که فضایی برای فعالیت این افراد فراهم نشه. برنامه‌های دولت برای پاییز زلزله زدگان. رئیس جمهور امروز بعد از جلسه هیئت دولت خبر داده که به زودی وزیر مسکن رو به مناطق زلزله زده می‌فرسته تا 1600 خونه ساخته شده رو به زلزله زده‌های آذربایجان شرقی تحویل بده. نیکزاد هم قول داده تا قبل از شروع فصل سرما کار اسکان حدود 6000 نفر از ساکنان روستاهای زلزله زده رو تموم بشه. خبر دیگه از مناطق زلزله زده این که متاسفانه در پی آتش سوزی در یکی از روستاهای زلزله زده شهرستان هریس 11 چادر آتش گرفت و یک نفر هم جان داد. اتصال برق علت اصلی آتش سوزی بوده. رانا 6.5 میلیون تومان بالای قیمت به بازار میاد. معاون فروش ایران خودرو گفته با تصویب قیمت جدید خودروی رانا دعوت از ثبت نامی‌های اولویت‌های مهر شروع شده و البته در این دعوت به خریدار گفته میشه که باید تفاوت مبلغ رو هم واریز کنه. ایران خودرو رانا رو 21 میلیون و 500 هزار تومان قیمت زده، در حالی که زمان پیش فروش 15 میلیون تومان بود. بالا رفتن قیمت خودرو سوالات بی جواب زیادی رو روی ذهن مردم سوار کرده. بیان بگن علتش چیه، چرا بردن بالا قیمتش بالا رفته دیگه نمیشستم. حالا مثلا دوست دارم مثلا یه پراید بخرم. بیان شفاف سازی کنم بگن مثلا به منو که چرا مثلا قیمت ها رفته بالا، علت